فیلم مشکل آقای اعتماد با بازی منوچهر وثوق و نصرت الله وحدت محصول سال 1356. اعتماد با صدور چکای بیمحل تحت تعقیب طلبکاراش قرار میگیره. از طرفی منوچهر که به قصد دزدی به خونه اعتماد میره با اعتماد دوست میشه و در نقش پسر اعتماد از اون مقابل طلبکارهاش حمایت میکنه. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. یعنی دختر خواهر من است. کجا داری میری؟ این بزرگ شده خارج است از ماچه بوسه و این کار اصلا خوشش نمیاد. بخعکس من مهم نیست برام. برای من مهم است دایی جون. خب خب جاله جون تو اصرار هستی خسته هستی، برو یه دوش بگیر و استراحت بکن. نه دایی جون، برو استراحت بکن دایی جون، این برای من اصرار نگاه نکن. برو با تو هستم دایی جون. دایی جون من که از قف گردش با پسر دایی. پدر جان پدر جان اجازه بده من ببرمش گرده. نه پسرم، پدرت خیلی استازر انترست، تو هنوز همه جای ترنو بلد نیستی. من خودم نشونش بده همه جای. آقا جان بابا تو فرمایش نداری، من همه جای ترنو بلد نمیشه، بده من برم بگردم دیوبن. من واردم کاملا بفرمایید. حالا این یکی اومده تو یه فضول نکن، لازم نیست. من راننده آژانس ما خیلی گفتم لازم نیست. بنزین چی تو بنزین؟ برو هر چند خواسته بزن، برو بیل بده بزنم. خب دایی جون زودتر تو برو همون بگی تا خستگیت برطرف بشه. همون هم بغل اتاق خواب بگی. برو 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 عزیزم، برو اینقدر اینجا رو نگاه نکن. چی بزن تو گوشه که حرف بکن. بیا اینجا بینم، بیا اینجا بینم. چیه؟ ما از این حساب هم نداشتیم که دختره ببری گردش. چرا من نمیبری گردش؟ من منظور بدی نداشتم، من این خدمت ها رو به خاطر نجات پدرم میکنم. به خاطر نجات پدر دختر خواهر منو میخوای یه ذره قورتش بده؟ خیلی خوب، خوش خدمتی میخوای بکنی بکن، منم پدرت از زندون میارم بیرون، اما دور خواهر زده منو خیت بکش. باشه چشم چشم. فیلم سرگروه بان با نقش آفرینی ناصر ملک مطیعی و منوچهر وثوق محصول سال 1351. داستان راجع به حجت با بازی منوچهر وثوقه که همسرش رو به قتل میرسونه، به خرمشهر میره و به کمک مردی به نام رحمان قصد داره شبونه با قایقی از مرز آبی فرار کنه، اما ماموران اون رو تعقیب میکنه. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. اگه جورابا نشوری یا سر از دور به هم نهار ندی یا تو خونه قرقر کنی اینطوری کرابت میکنم. اگه بی اجازه پاتو از تو خونه بذاری بیرون جیمی کفت. مکافات فیلم به کارگردانی کامران قدکچیان و بازی هنرمندانی مثل منوچهر وثوق، بهمن مفید و مهدی فخیمزاده است که تو سال 1352 ساخته شده. مرتضی از طلا خواستگاری میکنه، غافل از اینکه برادرش مجتبی هم عاشق طلا شده. مجتبی و مرتضی با صابر و برادرش اکبرجوشی درگیر میشن و بعد از زخمی شدن صابر مجتبی خودشو به عنوان ضارب معرفی میکنه و دستگیر میشه. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. آدم نمیگه آقا داداش. الله اکبر. ببینم نکنه اونی که میخواد پیدا نکرده. ده من پیدا کردم، خوبه، خوشگله، خونواده داره، بهتر از اون دیگه تو این شهر پیدا نمیشه.
خب چی میگی؟ دختر خوشگل و آدم حسابیم که واسط پیدا کرده دیگه، چرا معطلی؟ به تو وارد نیستی، من اصلا زن نمیخوام. اتفاقا تو این جور چیزا من خوب واردم داشت. اقلا تو بهش بگو، حرف منه که گوش نمیده. سعی کنن نوکرت هم، خودم الان تحتوشو در میارم. ای ببینم کسی رو زیر سر داری؟ نه بابا، من که تو این خطا کار نمیکنم. خب پس دیگه چرا معطلی؟ گوش کن داشت، من نمیتونم همینطوری فرمایشی مرز خاطر مادرم رو زن بگیرم. صحبت یه شب دو شب که نید، صحبت یه عمر زندگیه. من باز از دختر خوشم بیاد، از خانوادش خوشم بیاد، ببینم تو خط ما کار میکنه یا نه. من که نمیتونم با هر کسی ناجز دستم تو یه سفره ببرم. خب اول ببینش، ببین چه شکلی هست، شارم ازش خوشت اومد. فقط دل باز بگه بله، وقتی که به طلاب و طلوب افتاد باقیش دیگه حرفه. برفرض دیدم، من که بگیرش نیستم که. ای بابا حالا ببینه، شاد ورق برگشت آس اومد تو دسته. آخه نمیخوام از حالا ننه رو دل خوشش بکنم. کاری به ننه ندارم، تو فقط یه جوری دختره رو ببینش، اینکه کاری نداره. بعدم اگه نخواستی با آنم داری. حالا کجا داری میری؟ کار دارم، باز برم یکی رو ببینم با اجازه. تو که اینجا آشنایی نداری که. یواش یواش آشناییشم قربو تو. چه زبه، ما 20 سال اینجاییم کسی رو نمیشناسیم، این هنون نایمده آشنا میشه. فیلم دختر شاه پریون درباره دزد جوونیه که قصد سرقت کلکسیون دختر ثروتمندیو داره. دزد جوون عاشق دختر میشه و اجازه نمیده که همدستش کلکسیون اونو بدزده. بعد از یک سری ماجرا سرانجام دختر دزد جوونو به مرد دیگه‌ای که خواستگارش ترجیح میده و با اون ازدواج میکنه. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. مزخرف نگید، شما میخواین کسی رو که من دوست دارم با این صحنه سازی ها ازم بگیرید. جمشید بهشون بگو ما هم دیگر رو دوست داریم، بگو که میخواییم با هم ازدواج کنیم. با یک شارلاتان؟ جمشید من شارلاتان نیست، آرتیسته، آرتیست. اشتباه میکنید، اون یه دزده، یه ماشین به پای آتمون جد. من که دارم دیوونه میشم. جمشید آخه تو یه چیزی بگو، بگو که اینا چی بگه؟ اون یه دزده که خودشو جای پسر ایشون قالب زده تا کلکسیون شما رو بدزده. این غیر ممکنه، جمشید من دزد نیست، اون تنها کسیه که منو به خاطر خودم دوست داره. برای اینکه اونو بهتر بشناسین، برای اینکه ثابت کنم حرفاتون بی خود کلکسیون ایشون تو. نه پرشته، نه گفتی نه؟ پس درسته که تو یه دزدی، درسته که تو یه ماشین به پایی، درسته که تو منو به خاطر دزدیدن کلکسیونم خام کردی. چرا لال شدی؟ درسته؟ تو به تو، پس چرا منو گول زدی؟ چرا گفتی دوستم داری؟ چرا چرا چرا؟ کجا که تا حالا کلکسیون رو ندزدیده باشه؟ بله، حق با آقاست. من آرتیستم، من با امیر خانم ملاقات کردم. الیزابت تایلور، سوفیا ناتالی بود، عاشق من بود، عاشق من بود، عاشق من بود. چی داری که تو باید منو بیچاره کنی؟ منو اینطور عاشق خودت بکنی؟ فیلم نانجیب محصول سال 1351 با بازی منوچهر وثوق و پوری بناییه. داستان راجب اشرف با بازی پوری بناییه که با پدر پیرش زندگی میکنه. قصاب محل اشرف رو اغفال میکنه و اشرف برای رفع مشکلاتش به معتمد محل روی میاره، اما اون هم قصد سوء استفاده ازشو داره. اشرف بچه‌ای که قصد سختش رو داشته به دنیا میاره تا در نهایت احمد با بازی منوچهر وثوق از زندان آزاد میشه. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. بزشو از دردش بگیری، هیچ مادری بزشو اگر من دوست داری باید حرف منو خوب
اون از فرشته های آسمان اون پاکتر، ولی تو به خاطر این که خیالت راحت بشه میترسیش همون یه لگن آب تو میرزه سرش، اون وقت میبری شاب دل از این قسمش میدی، بعد عقلش میکنی و باهاش زندگی میکنی. باشه ننه، باشه، هرچی شما بگی همون کارو میکنم. حالا از من راضی شدی؟ خدا ازت راضی باشه، خدا راضی باشه. سرم خدا بهت عوض بده، بیا جلو صورتتو ببوسم. امیدوارم به پایم پیر بشی.